درباره رویدادهای سیاسی این هفته فکر میکنم که چند موضوع بسیار مهم هست که میشه به اون پرداخت. واقعیت هستش که حرکت‌های اعتراضی که مردم در بخصوص در دور جدید شروع کردن، 5 روز انجام دادن، همزمان با این حرکت‌ها اعتصاب سراسری کامیونداران، دور دوم اعتصاب سراسری کامیونداران را باش شاهدش هستیم. این تحولات که در داخل کشور میگذره و این اعتراضاتی که روز به روز عمیق‌تر میشه، گسترده‌تر میشه، یک طرف ما تحریم‌ها را از روز سه‌شنبه، تحریم‌های آمریکا، اون تحریم‌های ثانویه آمریکا شروع شد. همزمان با این مسئله ما با واکنش اصلاح طلبان نسبت به تحولات روبرو هستیم و با سخنرانی روحانی در سیمای جمهوری اسلامی، رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی. این مسائلی که بخوایم در کنار هم بگذاریم میشه یک شمایی داد از وضعیتی که ما درش قرار داریم. وضعیت اینطوری هستش که جامعه ما به حرکت در اومده، اعتراضات شکل بسیار اساسی به خودش گرفته و حاکمیت هر دو جناحش و تمام جناحاش در کنار هم دارن چاره اندیشی میکنن که با این قضیه چه بکنن. یعنی اون شعار کلیدی را که از دانشگاه تهران شروع شد که اصول اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تموم ماجرا، الان این شعار دیگه تقریبا داره تو شهرهای مختلف مطرح میشه. خب این شعار به معنای نارضایتی گسترده مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی است و خواهان در هم شکستن این سیستم هستند که سیستمی است که یک استبداد سازمان یافته رو در حاکم کرده از یک طرف، به خاطر اون بافت ایدئولوژیکش و باندهای قدرتی که داره اقتصاد رو در چنبره خودش گرفته. الان اون بحران ارزی، بعد بسته های ارزی مختلفی که میان و همه شکست میخورن و مشکلات اقتصادی که روز به روز گسترده تر میشه و این نارضایتی رو گسترده تر میکنه، خیلی تلاش میکنن که اینها را به شکلهای مختلفی مطرح کنن، ولی این نکته را بهش اشاره نمیکنن که اقتصاد ایران در گروگان سیستم ایدئولوژیک به باندهای مافیایی هستش که درش قدرت دارن و هر جور که بگردن مثل گربه مرتضی علی چهار دست پا میاد پایین. یعنی اگر این شبکه های مافیایی را که قدرت اقتصادی دستشون هست همچنان در قدرت باشن، نمیشه راهی برای نجات مردم پیدا کرد و راهی برای حل مشکلات مردم پیدا کرد. به این دلیل هستش که مشکل اقتصاد ایران اقتصادی نیست، مشکل اقتصاد ایران سیاسی است. درست این وضعیت هست که پایه اصلی، یعنی یک استبداد دینی بسیار گسترده و یک سیستم مافیایی و ایدئولوژیک که اقتصاد را در چنبره خودش گرفته و اجازه نمیده که این اقتصاد بره به سیستمی که با مکانیزم های اقتصادی حرکت بکنه، و این مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی باعث شده که مردم دست به شورش بردارن و این شورش ها شکل های مختلفی به خودش گرفته، اعتراضات مختلفی به خودش گرفته. ما شاهد حرکت های گسترده کارگران هستیم و بودیم تو این چند سال، کارگران هپکو، کارگران هفت تپه، کارگران آذراب و مجموعه کارگرانی که برای حقوق موفقه اعتراض میکنن، اعتراضات گسترده و سراسری معلمان در سراسر کشور هستیم و دعوت شوراهای صنفی انجام گرفته، شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان بودیم و هستیم، بعد اعتراض درخشان دختران انقلاب هستیم و شورش های برای آب هست، علیه آب، چه در خوزستان، چه در اصفهان و چه در شهرهای دیگه که این اعتراضات مطرح میکنن. مجموعه و از اون برم خب اعتراض به این دستگیری ها و فشارهایی که بر خانواده های زندانیان سیاسی وجود داره. این مجموعه رو وقتی میایم در نظر میگیریم، روحانی میاد در سخنرانی خودش مطرح میکنه که علت مشکلات امروز ایران خیزش دیماست و عملا در اونجا به شکل بسیار میشه گفت که هم تعجب برانگیز و هم به شکلی وقیحانه میاد علت مشکلات رو حرکت مردم میدونه و نارضایتی مردم میدونه و این توضیح میده که حتی این نارضایتی و اعتراضات مردم در دیما باعث شد که مثلا قول خفته مثل ترامپ بیدار بشه و قصد بکنه که بیاد فشار رو سنگین تر بکنه و از اونجا از برجام خارج بشه و بعد از برجام تحریم ها رو برگردونه. یعنی هم خروج آمریکا از برجام و هم مسئله تحریم های جدید و فشاری رو که آمریکا داره میاره به جمهوری اسلامی را به شکلی
به گردن مردم انداخت و به شکلی به شورش دیما و خیزش دیمای مردم انداخت. یعنی از یک طرف بدون اشاره به اینکه چرا مردم ناراضی هستن به این اشاره ای نکرد و اون بر مطرح کرد که خود این اعتراضات باعث شده که آمریکا متوجه بشه که اینجا زمینه ای برای پیشروی هست و فشارش تشدید کرده، به شکلی مردم را در این رابطه مقصر دونست به جای اینکه بررسی کنه که چرا آمریکا چنین نظری داره، سیاستای درون آمریکا چه خبره و چرا جمهوری اسلامی چه سیاستایی به کار برده و چه برنامه ای داشته و سیاستی که اون در زمان اوباما میتونستن فرصت هایی را که استفاده کنن نکردن و اون تناقضات درون دستگاه حاکم اجازه نداد این فرصت ها رو استفاده کنن، چقدر تو این رابطه نقش داشته. از این در تکمیل صحبت های روحانی وقتی نگاه کنیم، خاتمی میاد به عنوان رهبر اصلاح طلبان وارد میشه و میاد مطرح میکنه که اون چه باعث نارضایتی شده و مردم دارن اعتراضاتی رو مطرح میکنن جنگ روانی است که دشمن راه انداخته. یعنی خود اونجا هم میبینیم که حتی اصلاح طلبان وقتی میان وارد شن که ارزیابی کنن که چرا مردم به حرکت دارن، این اعتراضات ریشه‌اش در کجاست، میاد مطرح میکنه که این اساسش جنگ روانی است. آره این مسئله، ولی وقتی که میاد یک فرمول 15 ماده‌ای را بررسی میکنه و میگه که چه مشکلاتی ما باید حل کنیم، میبینیم که در 15 مادهش بخش زیادیش این ورشکستگی کامل جمهوری اسلامی است که حتی در چارچوب قانون اساسی خودش هم بسیاری از مواد را اجرا نکرده. یعنی اونا اگر مثلا حتی بگیم که اصلاح طلبان معتقد به اصلاح هستن و به اجرای بی تنازل چیز هستن قانون اساسی خودشون، ببینیم که حتی در اونجا شکست خوردن، برای اینکه اون سیستمی که در این قانون اساسی هست یک بی حقه کامل هست. این بی حقه کامل که قدرت مطلق را داده به یک فرد به نام ولی فقیه و این قدرت مطلق با شبکه سازماندهی شده ای که دور خودش داره حتی ابزارهایی را که به شکل شبه انتخاباتی هستند را هم نمیذارن کاری را از پیش ببرن، ولی به جای اینکه بیان به این مشکل بررسی کنن که آقا چرا این ساختار ساختار متناقضی از ساختار در هم شکسته از ساختاری که نمیذاره حتی اون موادی را که در اونجا از اجرا کنن، اونجا هم گردن این نارضایتی مردم که زیر حاکمیت مثلا 40 ساله جمهوری اسلامی له شدن را میندازه به گردن جنگ روانی و اینا. و جالبه که هم روحانی و هم خاتمی و هم جناهای اصولگرا، مثلا میبینید که حتی روزنامه های مثل وطن امروز و کیهان که سخنگویان و تکثیر اندازان بیت هستن که در این همسویی همراه میشن بخصوص با روحانی، اونا هم میان یک جوری این جنگ روانی و مسائلی را که در پس شبکه یا شبکه های مجازی یا رسانه های گروهی یا شبکه های ماواری هست، اونها را اعتراضات مردم ها وصلش میکنن به یک جریان ورشکسته مثل فرقه رجوی که با توجه به اینکه این فرقه در همکاریش با صدام بدنام هست، از اون ور از بودجه ای که از عربستان میگیره خودش بدنام هست، از اینکه میاد با جان بولتون یک سگهای هاری در آمریکا همکاری میکنه مثل آدمای مثل جان بولتون و امثال اون همراه شده، خب این عملا یک چهره منفوری در بین مردم ایران بهش داده. اینا میان همه حرکت های مردم میخوان بس کنن به اینکه اینها طرفداران اون جریان هستن، در حالی که تو جنبش پایه ایران، جنبش مردمی ایران، جنبش کامیونداران، جنبش کارگران، جنبش معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، همه اینا که اعتراض میکنن حرکت‌های اصیل و توده‌ای برخواسته از خواست واقعی است در درون جامعه وجود داره. بنابراین می‌بینید که این اتحادی که دارن شعارشان میدن، چه روحانی این شعار را مطرح میکنه، چه خاتمی مطرح میکنه شعار اتحاد، اینها یا یک کاسه کردن حکومت به شکلی است که به شکلی قبلا هم میرحسین موسوی به شکلی مطرح میکرد، بازگشت به دوران طلایی امام. خب این یعنی که همه گروه ها متحد بشن در مقابل مردم. میبینیم که روحانی نه خاتمی در بندر 15 ماده خودش کارآمد کردن سه قوه رو مطرح میکنه. کارآمد آیا منظورش تو این کارآمد کردن اینه که قوه قضاییه دوباره بیاد که دادگاه صحرایی رو راه بندازه و بین علیه براندازان به اصطلاح علیه سرنگونی طلبان و علیه کسایی که کلیت جمهوری اسلامی را قبول ندارن دوباره دادگاه صحرایی را بندازن؟ یعنی خود این قضیه نشون میده که اینها در حفظ نظام جمهوری اسلامی متحد هستن بدون اینکه بپذیرن که این سیستم در درون خودش یک سیستمی است که به شدت غیر دموکراتیکه، به شدت مستبدانه است و گیر اصلی تو اون اصول اساسی قانون اساسی است، اصل ولایت فقیه هستش. به خاطر این وضعیت هستش که میبینیم که
این حاکمیت ایدئولوژیکی که اینجا شکل دادن، نهادهای ایدئولوژیکی که شکل دادن، به سمت و سوی ایدئولوژیکی که برای یک داعش شیعه در جامعه و در منطقه شکل دادن، باعث شده که بسیاری از حتی وعده هایی که خودشون به مردم دادن اجرا نکنن و لاینحل بذارن. تو قانون اساسی خودشون آموزش رایگان بوده، بهداشت رایگان بوده و تامین هزینه های مسکن مردم بایستی مطرح میکردن. حتی در قانون اساسیشون اون اصطلاحی را که در فقه هست و یک اصطلاح قدیمی، کمک به در راه ماندگان، حالا تو قرن 21 کی در راه میمونه؟ کسی که صحبت از شطور سوارانی بوده که میرفتن در بیابان گم میشدن، میمدن توی منطقه گیر میکردن، یه جایی وقتی به یه ده میرسیدن به عنوان از در راه مانده ازشون استفاده نام میبردن، بهشون کمک میکردن. حالا که کسی در راه نمیمونه، که الان که حتی تو قانون اساسی این اصطلاح در راه ماندگان هم رو هم آوردن، ولی هیچ کدوم از این بنده را اجرا نکردن، به خاطر اینکه این سیستم سیستمی است که در جهت منافع که نیازهای مردم رو برقرار کنه نیست. درست تو شرایطی که مردم به حرکت در اومدن و این فرمولاسیون که همه چیز از دیما شروع شد، داره همه چیز از دیما شروع شد، چرا دیما شعار کلیدیش این بود که اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا. مردم خواهان یک سیستمی هستن که دموکراتیک باشه، برابری زن و مرد درش رعایت بشه، حقوق اساسی زحمتکشان درش رعایت بشه، مسئله آموزش، بهداشت مجانی، تامین هزینه مسکن برای اقشار آسیب پذیر جامعه و کم درآمد بهش توجه بشه، مسئله حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها بهش توجه بشه. اینا خواستهای اساسی است که مردم تو این رابطه دارن به محیط زیست و ارتقای اون و وضعیتی که هست بهش توجه بشه. این مجموعه شرایط که وقتی مردم خواستهایی را که دارن، هرچند این خواستها هنوز پراکنده است، متشکل نشده در یک شعارهای اساسی و هنوز شبکه های سازمان یافته مردمی به خود نزدیک به هم نشدند، درست اون شرایط ما با یک خطری مواجه هستیم که اون خطر ترامپ هست و سیاستهایی که در پیش میگیره. ترامپ وقتی سیاست تحریم جدید رو در پیش گرفت، هرچند ادعا میکنند که این تحریم علیه جمهوری اسلامی است، ولی واقع است نه که این سیاست تحریم بیش از هر چیز فشار به مردم رو به شدت افزایش میده، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه دارویی، چه در زمینه حتی حق نفس کشیدن تو جامعه ایران. میبینیم که درست در سخنرانی روحانی نکته ای را که به نظر نکته بسیار مهمی است گفت، که ما به خاطر اینکه مقابله کنیم با ترامپ، با تحریم هایی که الان ترامپ هم گذاشته، تصمیم گرفتیم که یارانه ها را به اقشار دهک های پایین جامعه افزایش بدیم، بسته قضایی را گسترش بدیم، آدم هایی را که نیاز دارن شناسایی کنیم و به شکلی اونا رو تامین کنیم. یعنی چی؟ یعنی تمام نیروهای پایین جامعه که به شکلی مشکل دارن، مشکل اقتصادی دارن، مشکل نان دارن، مشکل زندگی روزمرهشون دارن، به شکلی وابسته میشن به نهادهای حاکمیتی. همین صحبت ها را امام جمعه مشهد و یکی از امام جمعه های دیگه مطرح کرد که از بسیجی ها خواست که شما برین وقتی مردم اعتراض میکنن در کنارشون قرار بگیرین، شبکه های تامین تامین هزینه های زندگی مردمی رو که دارن اعتراض میکنن برای نان، برای خواست های اساسی خودشون مشکل دارن، کمک کنید. یعنی شبکه های خیریه ایجاد کنید. یعنی دوباره دارن برمیگردن به این شکلی که بیان بخش های پایین جامعه رو ادعا میکنن که این بخش های پایین جامعه مال خودشون است. میگه اینا رو دوباره بیارین در کنار مساجد، در کنار حسینی ها، در کنار انجمن های خیریه جمع کنید و تغذیه کنید و یا بهشون برسید. خب یعنی این، یعنی به شکلی بسیاری از مردم رو به شبکه های نهادها و بنیادهای حکومتی یا سازمانهای حکومتی وابسته کنند، یا مطرح کرده که مثلا کمیته امام گسترش خواهد یافت. یعنی به شکلی میخوان جامعه را وصل کنن به خودشون، به سیستم. یعنی از فشار اقتصادی که رو مردم هست برای مقید کردن مردم به رابطهشون با حاکمیت و تنظیم این رابطه دارن استفاده میکنن. یعنی به نظرم این یکی از ضربات اساسی است که طرح ترامپ به ترامپیستا و رژیم چنجی ها داره به مردم ایران میزنه و عملا راه را باز میکنه که حاکمیت بره بخشی از مردم به خودش از طریق امکانات و کمک هایی رو که مطرح میکنه به خودش وصل کنه و زمینه شکاف رو در پایین جامعه ایجاد کنه. اینا مشکلاتی است که ما باش روبرو هستیم. یعنی عملا درست در شرایطی که جنبش مردمی داره گام های اساسی رو برمیداره و وحشت را در کل حاکمیت گسترش داده و همه دارن از این صحبت میکنن که چگونه ما داریم به دورانی میرسیم که نمیتونیم جمع جور کنیم و نگران شدن از این قضیه، چه اصول گرایان، چه اصلاح طلبان، چه تمامیت خواهان، چه اصلاح همه اینها، میبینید تو شرایطی ترامپ داره میاد به کمکشون
علیرغم اینکه ادعا میکنه که ما داریم به مردم ایران خدمت میکنیم، در کنار حاکمیت برای حفظ این حاکمیت داره کمک میکنه و این چیزی است که بایستی مرتب تحمیل کرد. با تحریم نمیشه حکومت را سرنگون کرد، با تحریم نمیشه فشار آورد مردم رو به حرکت واداشت. این تحریم ها در خدمت رژیم هست برای اینکه تصمیم های حاکمیت خودش را حتی از نظر اقتصادی بر اقشار پایین جامعه سفتر کنه، امکانات و تحرک مردم را کاهش بده، ابزارهای تبلیغاتی و توجیه رو برای سرکوب مردم گسترش بده. چیزی است که مثلا ببینیم حتی در صحبت‌های روحانی است که میاد مطرح میکنه که این حرکت‌هایی که داره شکل میگیره تحت تبلیغات جنگ روانی است که از خارج انجام میشه و این جنگ روانی رو جریانات منحطی که از این اون پول میگیرن دارن سازماندهی میکنن. یعنی حتی اونم میاد در اصالت این حرکت های مردمی به خواست های مردمی تردید ایجاد میکنه و سعی میکنه که اون بخش های ناراضی در جوانان اصلاح طلب و اونایی که واقعا اون جوانانی که به خاطر اصلاح این وضعیت فکر میکردن اصول اصلاح طلبان میتونن کاری بکنن، برای اینکه اونا رو حفظ کنه میاد چنین تبلیغات رو سازماندهی میکنن. و حتی مثلا آدمی مثل سعید حجاریان هم میاد مطرح میکنه که ما در زمینه حل مشکلات با جهان دست خیلی چیز کردیم، خیلی دست به را رفتیم و حتی یک اصطلاح بسیار زشتی به کار میبره، میگه اینقدر ما ناز کردیم که مثل یک دختری هستیم که به همه خواستگارا جواب رد داده و پیر شده. یعنی اصطلاح حتی یک اصطلاح جنسیتی توهین‌آمیز رو به کار میبره برای اینکه توجیه بده، توجیه کنه که ما در چه وضعیتی هستیم و بن‌بستای حاکمیت در کجا هستیم. بنابراین ما با این چنین وضعیتی روبرو هستیم، یعنی وضعیتی که از یک طرف حاکمیت داره در کنار خودش جمع میشه، جناح‌ها و باندهای مختلفش دارن در کنار هم قرار میگیرن، ارگان‌های مختلف حاکمیتی. این هم در صحبت‌های روحانی بود که ما سه قوه داریم در کنار هم قرار میگیریم و هم در توصیهی که خاتمی در 15 ماده خودش داده که آقا این باعث کارآتر بشن در کنار هم قرار بگیرن، مستعدتر بشن، به این شکل مطرح میکنه که بتونن در مقابل اون حرکتی که مردم کردن وایسن و در کنار این وضعیت تأثیراتی را که اقدامات بسیار رذیلانه ترامپ و ترامپیستا انجام میشه و در کنارش اون تبلیغات مسموم و تقریبا میشه گفت که منزجر کننده رژیم شینجا و پروژه بگیرها هستش که در آن آب با آسیا به رژیم میریزن و متحد میشن با رژیم و در کنار رژیم قرار میگیرن برای اینکه بتونن به نام اینکه میخوان سرنگون کنن، یعنی اونا براندازیم و تبلیغات میکنن که اینجا اونجا شورش را بندازن، واقعش نیستش که حرکت جامعه ما حرکتی است که بسیار سازمان یافته و بسیار به نظرم امید بخش. اونهایی که میخوان این حرکت را قیچی کنن و در با یک پرش بیان و مثلا یک شورش را بندازن و این شورش مثلا یه مرتبه رژیم رو در ظرف چند ساعت سرنگون کنه، دچار یک توهم مالیخولیایی هستن. واقعی هستن که جامعه ما به حرکت داره میده، این جامعه پایه های استواری داره، این پایه های استوارش روی دوش کارگران، روی دوش معلمان، روی دوش پرستاران، روی دوش دانشجویان، روی دوش زنان، روی دوش مردم ملیت های ما، روی بلوچستان، خوزستان، ترکمن صحرا و سیستان و بلوچستان و کردستان قرار داره یا آذربایجان قرار داره. این همبستگی که وجود داره و این اعتراضات سازمان یافته وقتی که در کنار هم جویبارها در کنار هم قرار بگیرن میتونن این بساط را به هم بریزن و در مقابل اون کسایی هم که میخوان از ایران یک کشور مستعمره بسازن در مقابل اونها هم مقاومت کنن. ما این رای جز این نداریم و اون چیزی که هست وضعیت جامعه ما طوری است که جامعه داره میره به سمت اینکه خودش رو باز بیابه، متحد بشه و در مقابل این نیروهایی که عملا در مقابلش وایستن و دشمنش هستن به شکلهای مختلف با رنگهای مختلف مقاومتی رو سازمان بده.